سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. از امروز میخوام یه دوره جدید رو شروع بکنیم و بتونیم یه دوره دیگه هم به کانالمون اضافه بکنیم. میخوام راجع به PHP صحبت بکنیم، یکی از زبانهای بسیار مهم و پرکاربرد سمت بکند، و اینکه بعد از حالا دورهای دیگه که من اضافه کردم توی کانال، آخرین دوره که الان اضافه شده دوره داکره و دوره لینوکس پیشرفته، یا حالا شما بیرونی بخواید همین دوره رو بگذرونید به اسم LPK 2 میشناسنش. پیشنهاد میدم حتما این دوره ها رو هم ببینید. ما هم روالم از این بعد بچه اینجوری خواهد بود که من سعی میکنم دوره رو یا کامل ضبط بکنم داخل کانال قرار بدم، یا حتی یه حجم زیادیش رو ضبط بکنم بعد توی کانال بذارم و بعد از اون دیگه مرتب آپدیتش کنم و دیگه مثلا حالا دوره ناقص نمونه توی کانالمون. حالا سعی میکنم دوره هایی که ناقصه رو دیگه کم کم همه رو تکمیل بکنیم. اما بریم سراغ PHP. اصلا چی شد که اومدیم سراغ PHP؟ برای پروژه من نیاز پیدا کردم به PHP و یه مدت طولانی بود که من PHP کار نکرده بودم و یه چند ماهی فرصت دارم که یه ریویوی PHP برای خودم بکنم، بعد حالا برم سراغ اون پروژه. برای همین تصمیم گرفتم که تو همین چند ماهی دوره هم بابتش ضبط بکنم، کمک میکنم خودم بهتر برام ریویو بشه، همین که حالا یه دوره برای شما عزیزان بذاریم داخل کانال. اما بریم اول سراغ یه سری نیازمندی ها که شما برای دوره PHP لازم دارید. چیز خاصی هم نیست، یه ابزاری رو باید نصب بکنید به نام زمپ. خب از این سایتش رو باز کنم. خب زمپ، شما زمانی که میخواد کد PHP بزنید، خب نیاز به یه سرور دارید دیگه. زمپ دقیقا این کار رو برای شما انجام میده. خب یعنی اون سرور رو شما ایجاد میکنه. زمپ از 4 تا شاید بیشتر، شما زمپ رو نصب کنید، ابزار دیگه هم تو دل خودش داره، ولی این 4 تا در حقیقت میشه گفت اون اصلی ها هستن. یکی آپاچی وب سروره که اگه میخواد راجعش بیشتر اطلاع داشته باشید، راجع آپاچی وب سرور تو این دوره لینوکس پیشرفته 5-6 جلسه حداقل فکر کنم راجع به راه اندازی وب سرور آپاچی صحبت شده. ماریا دی بی چیه؟ سال 2006 یا 2009، الان دقیقش رو خاطرم نیست، شرکت اوراکل اومد MySQL رو خرید و متاسفانه یه اشتباهی رو که خیلی دیگه هم قبلتر کرده بودن تو کرد و MySQL رو دیگه از حالت رایگان خارج کرد متاسفانه. بعد از که اتفاق افتاد، مهندسایی که دقیقا MySQL رو دیولوب کرده بودن اومدن بیرون و یه چیزی دقیقا شبیه MySQL آوردن بالا به نام ماریا دی بی که کاملا رایگان اوپن سورسه. و بعد از اون تازه اوراکل فهمید چه اشتباهی کرده و در حقیقت نسخه کامیونیتی ادیشن MySQL داد بیرون که البته دیگه فایده نداشت، چون همه سویچ کرده بودن رو ماریا دی بی. دقیقا اتفاقی که برای اگه شما نکنم سنتوس هم همینجوری شد. سنتوس رو هم یه شرکت خرید، الان یادم نیست چه شرکتی، و فکر کنم اوبونتو خرید، مطمئن نیستم اینو. بعدش راکی لینوکس اومد بیرون، از دل همون مهندسایی که سنتوس زده بودن راکی لینوکس رو دادن بیرون رایگان با تمام امکانات سنتوس، و بعدش دوباره سنتوس نسخه رایگانش اومد بیرون که اصلا چیزی مسخره بود. PHP هم که مشخص، پیل هم که راجع به صحبت خواهیم کرد. بعد این از این زمپ رو دانلود بکنید، نصبش هم هیچ نکته خاصی نداره، چند تا نکست میزنید و نصب میشه. فقط یه کانفیگ کوچولو نیاز داره رو سیستماتون برای اینکه حالا مشکل نخورید. اینو که باز کردید یه فایل کانفیگ داره، اینو میزنید، یه دونه HTTP دی کانفیگ داره، اینو باز میکنید، چند تا جاشو باید عوض بکنید. یکی این که ترجیح رو پورت 80 بردارید بذارید 8080 لیستنشو. دو یه چیز داره به نام سرور نیم، اگر پورت رو اینجا عوض کردید این سرور نیمتون رو هم اینجا این هم بکنید 8080. این یه تغییر، بعد ذخیرش کنید، ببندید، ازتون میخواد که سیوش کنید. بعد اینجا یه فایل دیگه هم داره برای SSLشه، اینجا هم پورت رو تغییر بدید از 443 به مثلا 4433. یه سرور نیم هم این باز این پایین داره اشتباه نکنم، بذارید این رو سرچ کنم. آره این هم بکنید 4433، یعنی دو جا باید تغییرش بدید، حتی هم این هم باید تغییر بدید بچه.
این از قلم انداخته بودم خودم و بعد اینو ذخیره کنید. خب بعد که استارت بکنید نباید مشکل باشه. اگر استارت نشد احتمالا این پورتا بسته است تو سیستمتون، یه پورت دیگر امتحان کنید. MySQL هم همچنین. این هم از این. این تا اینجای داستان، نیاز به چیز دیگه ای نیست. فقط یه قسمتی داره روی ویندوزتون به نام Environment Variable، اینو بازش کنید، اینو بزنید، این بالا یه پد داره، این آدرس رو این بالا اضافه کنید حتما. خب این بالا بالا هم بذارینش، این پایین هم حتی میتونید اضافه کنید توی پد ها اینجا. پس این دوتا کار رو انجام بدید. خیلی کارمون تموم شد. حالا چیکار میکنید؟ تو این مسیری که میگم یه فولدر درست میکنید. اجازه بدید من باز کنم. این چیه؟ میاد توی درایو سی. خب توی پوشه زمپ یه پوشه وجود داره به نام HDDocs اینجا. خب اینجا یه پوشه درست بکنید برای خب پروژه هامون، مثلا اسمشو بذاریم کورس. بعد وی اس کد رو اینجا باز کنید. خب اینو میبندم فعلا. باشه اینجا. پس من یه باری از اول میگم آپاچه وب سرور رو نصب کنید، پورتاش رو تغییر بدید حتما، یعنی توی اینجا توی این کانفیگ این اولیه این پورت رو بذارید 80-80. جلوتر یه چیز دیگه وجود داره به نام سرور نیم، اونم حتما بذارینش رو 80-80. بعد اینو ذخیرش کنید. بعد یه فایل دیگه SSL داره، اینم پورتش رو از 443 بکنید 4433 مثلا، و یه سرور نیم هم داره، اینم بکن 443، اینم همچنین، و اینو ذخیره کنید. بعدش هم انوایرمنت وریبلش رو حتما سیت کنید توی پس، این بالا اضافه کنید c:\zamp/php، این پایین هم همچنین. خب اینم از این. اینا رو استارت میکنم. حالا برای رانگ یه فایل php اول با هم بنویسیم. اسمش رو میذارم index.php. خب یه فایل html اینجا مینویسم doc. خب اینو میذارم پیستا academy php. بعد اینجا یه h1 میذارم فقط جهتی که چیز تو صفحه باشه. یه hr هم میذارم. حالا برای کد در حقیقت PHP مون، اگه میخوایم کد PHP بنویسیم، اول میخوام راجع به وریبل در صحبت کنیم. خب درسمون شروع شد، یعنی سریع میخوام بریم سراغ درس. برای نوشتن کد PHP میام اینجا بعد از بادی، خب یه دونه علامت بزرگتر میذارید، یه علامت سوال مینویسید PHP، بعدش دوباره یه علامت سوال میبندینش، این کد بسته شد. حالا اینجا PHP تو کدتون رو می‌نویسید. برای نوشتن متغیر داخل PHP یه دونه علامت دالر می‌ذارید، مثلا نیم مساوی هر چی دوست دارید، مثلا می‌ذارم سپید امیری. خب حالا من برم این اصلا تو صفحه می‌خوام نمایش بدم. تست ها بچه‌ها راجع به این چیز بعدا صحبت می‌کنیم. اکو که هم دستوری که استفاده می‌کنیم. اسم متغیر نیم، سمیکالون یادتون نره، این بالا هم همچنین. خب بریم اینو رانش کنیم. برای ران کردنش بچه ها دو تا راه دارید، یا یعنی که توی بروزرتون این بالا خب آدرس لوکال هاست رو بنویسید با پورت 8080. خب میاد اینجا می‌نویسید لوکال هاست پورت 8080. خب بعد یه پوشه داشتم به نام چی؟ کورس فکر کنم، درسته؟ اینو بازش میکنم. نیا کنید اومدش.
این یه راه برای باز کردنش، چون اسم فایلم گذاشتم index.html، نیازی نیست بنویسید اونو. اگه اسمش چیز دیگه بود حتما بعد اونم بنویسید. خب اون راه دوم چیه؟ توی وی اس کد، خود وی اس کد یه اکستنشنی هست به نام پی اچ پی سرور، اینو نصبش کنید. اینو هاشش اینو نصبش کنید، کانفیگ خاصی هم نمیخواد. بعد که نصب کردید، خب اینجا کلیک کلاس میکنید، یه گزینه داره پی اچ پی سرور، اینو میزنید. نکن اینا باز شد. پس دو تا راه دارید برای باز کردن این پروژه ها، حالا چه از طریق خود زمپ بازش بکنید، چه از طریق خود وی اس کد. خب بریم حالا یه مثال دیگه بزنم. فرض بدید من اینو بیارم سمت چپ بذارمش، بس. خب اینجوری بهتره، اینو که لازم ند. یه وریبل دیگه تعریف میکنم، مثلا سنشو میخوام بذاریم. خب میگم سنش برابر مثلا با 32. خب میخوام این سنم اینجا نشون بدم. یه چیزی وجود داره توی اکو به نام کانکتینیشن، یه اسپیس میزنید، یه نقطه میذارید، بعد مثلا یه اسپیس اینجا دوباره تعریف میکنم، بعد یه نقطه، متغیر بعدی رو مینویسم H. یا کنید به این صورت. این دیگه از این نکته دیگه ای بابت وریبل ها. آها وریبل بچه ها لزومن میتونه، لزومن این جوریست که مثلا یه اکسترینگی عددی چیزی باشه، حتی وریبل میتونه کد HTML باشه. اینجا را کنید، من یه وریبل تعریف میکنم به نام کد، مساوی میذارم با یه کد مینویسم، مثلا مینویسم H3 مثلا This is مثلا for test H3 رو میبنده. خب اینجا نیا کنید، من این رو برمیدارم، کد رو مینویسم. نیا کنید به صورت H3 اومد. پس شما میتونید داخلش کد HTML هم داشته باشید طبیعتا. این از این، فکر کنم جلسه کافی باشه. بریم بیام جلسه بعدی بحث وریبل ها رو ادامه بدیم و انشالله ببندیمش. فعلا خدافظ.